سلام، دوشنبه 25 بهمن 1401، 14 فوریه 2023 میلادی. امشب در شهرهایی مثل آمل، بجنور، کلاچای در استان گیلان، همدان و ده‌ها شهر دیگر و همچنین در تهران در ده‌ها محله مثل اکباتان، صادقیه، شهرک باقری، نارمک، تهران پارس شعار شبانه علارغم برف و سرما سر داده شد. محمد رسولوف که در مرخصی از زندان، مرخصی استعلاجی بود، آزاد شد و به تعداد دیگری از زندانیان سیاسی هم آزاد شد. سوال این است که رژیم چرا دست به آزاد کردن زندانیان سیاسی که بسیاری از اونها مال قبل از شروع انقلاب زن زندگی آزادی هستند میزنه؟ این عقب نشینی حکومت و در واقع یک قدم عقب رفتن اون چه دلیلی داره؟ دلیل اول که تا حدی مؤثر هست این است که ظرفیت زندان ها پره و وزارت اطلاعات بیش از 1200 زندانی و اطلاعات سپاه 300 زندانی رو از شهرستان‌های مختلف میخوان به تهران و زندان‌های تهران بیارن، بنابراین دچار کمبود ظرفیت هستن. اما این دلیل اصلی نیست. دلیل دوم وضعیت خراب داخلی کشوره که پیشبینی خود حکومت هم هست و بسیاری از صاحب نظران هم معتقدند که یک سونامی اقتصادی در راهه. وضعیت خرابی که حکومت راهی برای درمانش هم نداره، ناچار قیمت کالاها را هم دائما گران بکنه و بنابراین برای اینکه قدری بلکه با مردم آشتی بکنه و جو سنگینی رو که مردم نشون دادن در تحریم جشنواره، در بایکوت کردن هرچه که به رژیم مربوطه، در شکستی که در بسیج کردن مردم برای 22 بهمن خورد، شکست سنگینی که در شهری مثل تهران با وجودی که از دو استان دیگه هم آدم برداشتن آوردن اما به سختی به چند ده هزار نفر رسید و در بسیاری شهرها حتی هزار نفر رو هم نتوانست به خیابون بیاره و مهمتر این که حتی به سراغ اعوان و انصار خودش رفت، به سراغ خانواده هایی رفت که جانباز در اونها هستش، زمانی از حکومت دفاع میکردن، هیچ کس حاضر نشد که برای 22 بهمن به خیابون بیاد که مبادا پشتیبانی از رژیم محسوب بشه و بنابراین این قهر یک پارچه مردم، این مقاومت ملی که در مقابل یک رژیم دزد سالار وابسته به دشمن تاریخی مردم یعنی کشور ایران یعنی روسیه قرار داره، این وضعیت رو امیدوارن که اندکی با این عقب نشینی دل مردم رو به دست بیارن و این جو سنگین رو در جامعه که روی نیروهای اونها تأثیر زیادی گذاشته بلکه کاهش بده. اما دلیل سوم جو بین المللی است که عملا در کمپانی های دنیا، دولت های دنیا و جو جامعه بین المللی در بین مردم دنیا، روزنامه ها، رسانه ها و غیره علیه جمهوری اسلامی است و نگاه به حکام جمهوری اسلامی چیزی در حدود نگاه به فاشیست ها، هیتلر و امثال هم یا سنگدل ترین و بی آبرو ترین دیکتاتور هاست، تا جایی که برای خرید از کمپانی های حتی گندم و مواد غذایی و غیره با دشواری مواجه شدند. بنابراین امیدوارند که با این کار بلکه بتوانند که هم بگن که وضع کشور آرومه و انقدر مسلطند که مثلا
زندانیان قبلی رو هم آزاد میکنند، بلکه از این جو بین‌المللی بکنند. به هر حال این مجموعه که عقب نشینی حکومت محسوب میشه، اصلی ترین دلیلش در واقع مقاومت جانانه مردم، اعتراضات 5 ماه گذشته به انقلاب زن زندگی آزادی است که موجی رو درست کرده که هم حکومت دچار مشکل ناچاره که عقب بره، هم اعوان و انصار حکومت در واقع دارن دوبار فکر میکنن و هم در واقع رشته مردم رو با حکومت به کلی گسیخته. دلار وارد کانال 46,000 تومانی شد و سقوط پول کشور کماکان ادامه داره. افزایش مجدد قیمت حبوبات و ده‌ها کالای خوراکی مردم که پیش بینی میشه یک تورم 70% رو تا انتهای سال تجربه خواهد کرد، زندگی رو بر مردم تنگتر کرد. امروز بازنشسته ها و شاغلین مخابرات در ده‌ها شهر کشور جلوی ادارات مخابرات تجمع کردند. کارکنان قرارداد موقت شرکت نفت جلوی ساختمان شرکت نفت و ده‌ها کارخانه و مؤسسه کشور هم کارگران و کارمندانش دست به اعتراض زدند. در همین حال سانسور اینترنت از سوی حکومت ادامه داره. سانسور به شکل اخلال، سرعت رو کم کردن، جلوی اون رو گرفتن و عملا ایجاد اشکال در شبکه‌های اجتماعی که این موضوع در چند ماه گذشته کسب و کار حداقل 8 میلیون نفر و حتی بیش از 10 میلیون نفر گفته میشه رو تحت تأثیر قرار داده، یا بالکل شرکت‌های آنلاینیشون تعطیل شده یا اینکه با کسب و کار کساد مواجهن، یا عده‌ای هم اساساً در اعتراض به حکومت و این وضع کسب و کار رو خودشون تعطیل کردن. و جالبه که در همین حال آقای حسین طائب، رئیس سابق اطلاعات سپاه و مشاور فعلی فرمانده کل سپاه، در اظهاراتی صریح بدون خجالت و پرده پوشی در واقع توجیه کرده از دید نگهداری حکومت این سانسور اینترنت رو. او گفته امروز توپخانه ما رسانه است و دست دشمن است، مجبوریم محدودش کنیم. به همین دلیل هم هست که پاره شبکه‌های ماهواره‌ای مشمول ارسال پارازیت میشن و شبکه‌های اجتماعی که ابزار ارتباط مردم با هم دیگه و انتشار اخبار هست، اینگونه دستخوش فیلترینگ و یا پایین و بالا کردن سرعت اینترنت میشه. سازمان بررسی جهانی اینترنت در سال 2022 بررسی که کرده نشون میده و اعلام کرده که 14% کل سانسور اینترنت در جهان تنها مربوط به ایران بوده و این مقدار حتی از طالبان در افغانستان بیشتر بوده. عضویت تنی چند از زنان عضو کتابخانه ملی ایران به دلیل تخطی از حجاب اجباری تعلیق شده. این موضوع باعث صدور بیانیه اعتراضی یه جمعی از کارکنان کتابخانه ملی ایران شده در اعتراض به این تعلیق و در اعتراض به مدیریت کتابخانه ملی. اما قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه از مرز 35,000 نفر گذشته و احتمال میدن که تا انتهای گشتن و جستجو این تعداد قربانیان به 2 برابر هم افزایش پیدا کنه، یعنی از مرز 70,000 نفر عبور کنه و احتمالاً بزرگترین فاجعه طبیعی در قرن 21 تا کنون رقم خواهد خورد.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.